بیان من یه خبری از کوفه بگیرم. اینا اومدن به محضر حضرت که رسیدن، حضرت فرمودن از کوفه چه خبر؟ گفتن آقا کوفه 4 تا کلمه است، قلوبهم معک، تو دلشون دوستت دارن. یه حسین میگن 100 تا حسین از دهنشون میریزه. بنر زدن، اسکا صلواتی زدن، طاق نصرت زدن. اما سیوفهم علیک، اگر بیای 6 ماه تو 100 سالت رو سر میبرن. این یه جمله است نقل شده تو تاریخ، 4 تا کلمه، قلوبهم معک، سیوفهم علیک، دلانشون با توه. یه جوری هم از تو حرف میزنن که آدم باور نمیکنه رو کره زمین دوست دارتر از اینا نسبت به شما وجود داشته باشه. اما اگر شما بیای، کسی سالم نمیمونه، سرا میره بالا نیزه. من به استادم گفتم این جمله به قول امروزی ها پارادوکس داره، تناقض داره، اجتماع نقیزه. اینم لازم، منطق محاله. میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه بعد بکشتش؟ اونم نه فقط بکشه، اون جنایت رو مرتکب بشه. و بچه 6 ماه رو تو هیچ فرهنگی نمیکشن الا فرهنگ مسلمون ها، این که دین رو چپه کردن. گفت اتفاقا تناقض نداره آقا. گفتم چرا؟ ایشون فرمود ببین، مردم کوفه خیلی هاشون، نه همشون، خیلی از مردم کوفه یه امام حسینی تو ذهنشون داشتن، میدونستن پسر پیغمبره، فرزند امیرالمؤمنینه، پسر فاطمه سلام الله علیه اجمعینه. اینو تو ذهن خودشون پروروندن، بزرگ کردن، نه بر اساس اونی که بود، پیغمبر فرموده بود، امیرالمؤمنین فرموده بود، امام حسن فرموده بود. 50 سال این امام حسین واسه سلیقه و گرایش خودشون بزرگ شد تو ذهن اینا. موقعی هم میگفتن امام حسین داره میاد، چون دوستش داشتن فکر میکردن امام حسینی هم که بیاد همینی است که تو ذهن ایناست. 4-5 منزلی کوفه دیدن حسینی که داره میاد با حسینی که تو ذهنشونه دوتاست. یعنی اون حسینی که من میشناسم با این حسینی که تو عالم خارج وجود داره دوتاست. خب خیلی سخت میشه آدم بگه 50 سال من اشتباه کردم، من عوضی رفتم بعد برگردم. خیلی مرد میخواد آدم 50 سال نماز بخونه، وقتی فهمید باطله قضا کنه، توجیه نکنه. آه خدا کریمه، خدا ارحم الراحمینه. بله خدا کریم هست، ارحم الراحمین هم هست، اما نماز باطله بعد قضاش. این خیلی مرد میخواد که آدم برگرده. هور چرا بهش میگن هور؟ چون فهمید 50 سال عوضی رفته برگشت، مرد بود. نگفت یعنی شما میگی 50 سال نماز باطله؟ باطله دیگه. وقتی فهمید نمیدونسته عوضی رفته برگشت. زهیر چرا زهیره؟ چون خیلی آدمی با تقواییه. تقوا به چیه؟ به اینکه من برم دنبال اون چیزی که نمیدونم یاد بگیرم و وقتی یاد گرفتم طبق اونی که یاد گرفتم عمل کنم. شما ببینید حدود 50 نفر از شهدای کربلا اینا کسایی هستند که شب عاشورا وقتی فهمیدن 50 سال عوضی رفتن برگشتن. ما اشتباه کرد. اما بقیه این مردونگی رو نداشتن بگن ما اشتباه کردیم. 50 سال حسینی که ما میشناختیم اشتباه بوده، برگردن. چی شد؟ خب خیلی سخته. به جای که بگن ما بی دین بودیم تا حالا، گفتن حسین دین نداره. استاد ما فرمود آقای ریاضت، الان هم میدونی چرا ظهور امام زمان به تأخیر افتاده؟ به خاطر اینکه امام زمان دنبال 313 تا میگرده
که اون امام زمانی که تو ذهنشونه با اون امام زمانی که بیرونه یکی باشه. چون امام صادق علیه السلام فرمود وقتی پسرم مهدی میاد بلند میشن نماز مغرب رو میخونن، عشا رو نمیخونن، بلند میشن میگن رجلون یعتی به دین جدید، یا آدم میمده دین نداره، بریم اول برو بکشیمش بعد بیاییم عشا بخونیم. چرا؟ چون نمیدونه. این روایت رو ببینید، امام باقر علیه السلام فرمود اذا یظهر ولدی المهدی سلام الله علیه یخرج من هذا الامر. من تو همه منابرم این روایت رو میخونم، خصوصا منبرهایی که در مورد امام زمان سلام الله علیه صبح جمعه است، شب چهارشنبه است، ولو تکراری هم هست میخونم. امام باقر علیه السلام وقتی پسرم مهدی سلام الله علیه ظهور کنه یخرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله. میبینیم خیلی از کسانی که تو دایره دوستان و شیعیان و محبین پسرم بودن از دایره یارانش خارج میشن، مقابلش ما میستن. یخرج من هذا الامر. اینا کیان؟ ازم میفهمید یخرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله. اینا کسایی هستند که در دوران غیبت قبل از که پسرم بیاد شما نگاهشون میکردی میگفتی امام زمان بیاد این دست راست امام زمانه، اگه نباشه دست چپه، اگه پشت سر نباشه صف دوم هست. و دخل فی هذا الامر. یه عده میان پشت سر پسرم مهدی و میستن به مثل عبدت شمس و القمر. شما وقتی نگاه میکنی اینا کسایی بودن که در دوره غیبت شما نگاهشون میکردی میگفتی این اصلا گروه خونش به امام زمان نمیخوره، حرفو چه اصلا دین نداره. چرا؟ چون رو جهل عمل میشه. خب حالا این عبودیت چیه؟ که اگه درست اتفاق افتاد من میشم آدم با تقوا، و تقوا هم یعنی که از جهل میام بیرون، اون وقت وقتی امام زمانم اومد دیگه مقابلش نمیستم، پشت سرش نیستم. همه عبادات برای این که ما با تقوا بشیم، و تقوا یعنی این که من از جهل بیام بیرون، اونی که نمیدونم رو یاد بگیرم، اونی که میدونم رو عمل کنم، که اگه این اتفاق افتاد اون وقت میتونم بگم مولای من امیرالمومنینه، مولای من امام زمان سلام الله علیه، که وقتی تشریف آورد دیگه مقابلش نمیستم، پشت سرش میستم. این عبودیت به چیه؟ به نماز خوندنه که خب داعشیان میخونن. عبودیت به چیه؟ به اینکه من ریش داشته باشم. خب ریش داعشیا تا دم نافشونه، دیدید دیگه. عبودیت که هدف خلقته چیه؟ از وجود نازنین پدر امام زمان سلام الله علیه، امام عسکری علیه السلام، که دو روز پیش شهادت اون حضرت بود، یه روایتی نقله که فرمود اعبد الناس من اقام الفرائض. عابدترین مردم، عبد خدا رو خواستی بشناسی، اگه خواستی ببینی خودت آقای ریاضت عبد هستی یا نه، بنده خدا هستی یا نه، ببین فرائض رو اقامه میکنی یا نه. من اقام الفرائض، فرائض یعنی واجبات. فرمود کسی که واجبات رو اقامه بکنه این بنده است، عابدترین مردمه. خب واجبات چیه؟ نماز هست، روزه هست، اما واجبات فقط نماز و روزه نیست. اقام الفرائض، فرائض رو اقامه می کند. یه نکته ای رو دقت کنید، فرق است بین برگزاری یه عبادت با اقامه یه عبادت.
یه وقت هست من نمازو میخونم، یه وقت هست نمازو اقامه میکنم. این دو تا من فرق میکنه. اینکه نمازو میخونم تکلیفم انجام شده، جهنم نمیرم، میرم بهشت اگه درست بخونم طبق مسئله. آقای ریاضت نماز صبحشو خوند، آقای ریاضت روزشو گرفت. اما اگر اقامه کنم، حضرت فرمود اقام الفرائض، عبد کسیست که عبادت رو اقامه کنه. شما تو قرآن هیچ جا نمیبینید بگه صل الصلات، نماز بخونید. همه جا میگه اقم الصلات، اقیم الصلات، اقام الصلات، یقیم الصلات، یقیمون الصلات. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر عبادت واجبات اقامه بشه اثر میذاره، هم تو دنیا، هم تو برزخ، هم تو آخرت. اما اگر اقامه نشه، برگزار بشه، خب تکلیف هم انجام شده. دیدید بعضیا میگن فلانی رفع تکلیفی کار انجام میده. رفع تکلیفی یعنی چی؟ یعنی فقط برای اینکه میگن کارش انجام شده، رفع تکلیفیه. فرمود ان المصلین کثیرا، نمازخون زیاده، اما والمقیمین لها قلیلا، اقامه کننده کمه. اگر نماز اقامه بشه یه اثر تو دنیا داره. اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه نمازو اقامه کنی تنها عن الفحشاء والمنکر، اثرش تو دنیا اینه که بازدارندگی داره. امروز تو جامعه ما 26 نهاد و سازمان دارن کار امر به معروف نهی از منکر میکنن، یعنی 26 نهاد و سازمان نیرو دارن، دفتر دارن، ساختمون دارن، تشکیلات دارن، ردیف بودجه‌ای دارن تو بودجه رسمی کشور که چیکار کنن؟ که نهی از منکر کنن. همم دارن عوضی میرن. چرا؟ چون اگه درست میرفتن بعد 35 سال این خیابونای ما نبود، این رادیو تلویزیون ما نبود، این سینماهای ما نبود، این دانشگاه‌های ما نبود. همش هم هی هر سال یا دو سال یه بار یا سه سال یه بار هی قانون تصویب میشه واسه نهی از منکر و امر به معروف. اما روز به روز بدتر میشه. میدونید چرا؟ چون با معلول برخورد میشه. جامعه شناسا میگن اگه شما بخوای ناهنجاری از بین ببری باید با علت برخورد کنی. ما تو جامعهمون نماز خوب خونده میشه، تو همه سازمان ها، تو همه ادارجات، تو همه وزارتخونه ها، تو همه شرکت ها، تو همه مساجد، تو همه هیئت ها نماز خونده میشه، اما نماز اقامه نمیشه. این سازمان ها اگه بیان برن دنبال این که نماز رو اقامه بکنن، قرآن میگه شما اگه نماز رو اقامه بکنی اصلا منکری باقی نمیمونه که شما بخوای نهیش کنی. ما مشکلمون کجاست؟ ما مشکلمون اینه که نماز میخونیم اما نمازمون اقامه نیست. نماز میخونیم، این وضع پارکامونه، این وضع سینما. قرآن میگه اگه نماز اقامه بشه تو دنیا منکری نمیمونه که شما بخوای نهیش کنی. سازمان نمیخواد نهی از منکر، که امر به معروف نهی از منکر سازمان نمیخواد، اصلا ستاد نمیخواد. شما نماز رو اقامه کن. نماز یعنی چی اقامه بشه؟ یعنی نماز خونا اینقدر کارشون درسته که هر کی میبینه جذب اینا میشه، از کار خلاف دور میشه. چرا؟ چون نماز خونا چون نماز اول وقت میخونن تو مسجد، اگه دلار سه برابر شه جنسشون هشت برابر نمیشه. اما اگه نمازخونا دلار سه برابر شد جنسشون هشت برابر شد، او وقت با این هشت برابر فروختن اگه حسینیه ساختن شام دادن، منکرات زیاد میشه به جایی که کم بشه، چون نماز اقامه نمیشه. اگه نمازخونا به هم دیگه دروغ گفتن، اگه نمازخونا پشت سر هم حرف زدن، اگر نمازخونا آبرو هم بردن، اگر نمازخونا تهمت زدن، اینا نمازشون رو خوندن، اقامه نکردن. لذا منکرات روز به روز بیشتر میشه. اگر نماز اقامه بشه اثرش تو دنیا اینه که اصلا منکری باقی نمیمونه. اثرش تو برزخ چیه؟
فرمود الصلات نورون، تو برزخ تاریک نیستی، سرگردون نیستی، با نوری. اگر نماز اقامه شود قیامت آدم کجا میره؟ الصلات قربان و کل تقی، چون نماز باعث تقوا شده دیگه، باعث دوری از منکرات شده. این نماز شما رو میبره معراج، تقرب به خدا پیدا میکنی. نماز قربتن الله دیگه، ما میگیم نماز بخونیم بریم بهش، اما قرآن میفرماید اگه شما نماز رو اقامه کنی قیامت پیش حورالعین نمیری، میره پیش خود خدا. تو همه عبادات مستحب و واجب اینطوریه، یه وقت ما برگزار میکنیم، یه وقت اقامه میکنیم. شما ببینید مرحوم آیت الله بهجت، امام، آیت الله فاضل، بزرگان مراجع مثل آیت الله مثلا صافی، مقام معظم رهبری، بقیه بزرگان ما، میگن اقامه شعائر حسینی از افضل قربات است. اقامه شعائر حسینی از نماز شب افضل است. ببینید یه وقت ما شعائر حسینی رو برگزار میکنیم، یه وقت از اقامه میکنیم. یه وقت ما میریم زیارت، شعائر حسینی اقامه میشود، یه وقت برگزار میشود. خب دیگه امروز شما میدونید واسه امام حسین علیه السلام همه مجلس برگزار میکنن. امسال دیدید مسیحیان کلیساهاشون رو چیکار کردن؟ سیاپوش کردن. یه فیلمی تو این فضای مجازی برای ما اومده، حالا اگر خواستید من به دوستان میدم. تو یکی از کشورها خیابونی که به حساب توش کلیسا هست کلشو سیاپوش کردن، بعد خود کلیسا رو هم سیاپوش کردن. کلیسا رو دو قسمت کردن، زنا جدا میخونن سینه میزنن عشق میریزن، مردا جدا میخونن سینه میزنن. بعد خیلی عجیبه این فیلم، یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای دیگه قاطی کرده، صداش در اومده، رفته از اینا فیلم برداری کرده، اینا رو آورده باشون. حتی توی عزاداری که مسیحی ها واسه امام حسین میکنن، این کاری که بزرگان ما یه چند وقتی است میگن انجام ندید وهن شیعه است، اونا انجام میدن، میگن غم نزنید مثلا وهن شیعه است. توی این فیلم نشون میده که جوانای مسیحی واسه امام حسین غم میزنن، کفن پوشیده غم میزنن، رو دستش خالکوبی کرده صلیب، پایینش نوشته یا حسین با خالکوبی، اسمش گذاشته حیدر، کفن پوشیده داره غم میزنه. خبرنگار ازش میپرسه که میارش تو استادیو شبکه‌شون، میگه که شما مگه مسیحی نیستید، این کارا چیه میکنید؟ میگه خدامون یکیه، پیغمبرمون دوتاست، حسینمون یکیه. درسته؟ شما امروز میبینید که مسیحیا، ارمنیا، زرتشتیا، ایزدیا عین ما واسه امام حسین مجلس میگیرن، خرج میدن، صبحونه میدن، نهار میدن، شام میدن، آقا دعوت میکنن، روزخون دعوت میکنن. پس مجلس واسه امام حسین رو اونا برگزار میکنن، ما هم برگزار میکنیم. زیارت امام حسین امسال دیگه همه عکس ها و فیلم هاشو دیدید، اسقفای بزرگ مسیحی با صلیبشون اومدن بین الحرمین، پیاده اومدن کربلا. پس واسه امام حسین سلام الله علیه امروز دیگه همه مجلس رو برگزار میکنن. مهم اینه که مجلس اقامه بشه. باید یه فرقی بین مجلسی که آقای ریاضت برگزار میکنه با اون مجلسی که اون بودایی برگزار میکنه وجود داشته باشه، چون امام حسین علیه السلام بین المللیه، جهانیه.